یه سوال خیلی احساسی بپرسیم. ببینید خدمتتون آقای عزیزم. جوامع، وقتی که خودتون در حال نواختن ساز هستید، اون لحظه چه احساسی دارید؟ هر انسان یه گذشته ای داره، یه زندگی داره خانم پرهام، یه اتفاقاتی براش افتاده. این که شما وارد دنیای هنر میشید، به قدر این هنر ظریف هستش که خصوصیات شما رو هم تحت تاثیر قرار میده. به خاطر همین افرادی که هنرمند هستن خیلی روحیات ظریفی دارن. متوجه هستی چه هم میکنم؟ من خودم به شخصه خیلی جدی هستم، امکان داره یک روز بهاری، چون خودم هم متولد اردیبهشت هستم، شاید یک برگی رو ببینم، یک حسی بهم دست بده که بیام خونه تمرین بکنم و هنگام نواختن به اون برگ فکر بکنم. از تولدتون مبارک، زودتر نگفتید. خیلی ممنون، تبریک بگیم، جشن تولد بگیریم. خیلی لطف دارید، تشکر میکنم، خیلی ممنونم از لطفتون. شاید ممکن اصلا یک صحنه ای رو در خیابان ببینید که خیلی شما رو تحت تاثیر قرار بده، غمگین باشید، یا یک قطعه غمگین اجرا بکنید برای خودتون که فقط به اون صحنه فکر بکنید. ولی معمولا این شرایط و اجتماع هستش که احساس هنرمند رو مشخص میکنه. یعنی حتی وقایعی که میشنوید، هرچند خود قطعه ای که اجرا میشه چون کاراکتری داره برای خودش، اون هم بی تاثیر نیست، ولی به نظر من زندگی روزمره و بسته به اون روز که حتی اتفاقی اگر براتون افتاده تاثیرگذار روی احساس. بله، درسته، حق با شماست، مخصوصا که به خاطر روحیه لطیفی که هنرمندای ما دارن این تاثیرگذاری بیشتر هم خواهد بود. درسته، حق با شماست. خب در مورد مثلا من یه مثال، یه خاطری عرض بکنم، ببخشید داشتم سوال می‌پرسیدم. نه خواهش می‌کنم. نه، من چند روز پیش مغازه یکی از دوستان بودم، یک خانم خیلی محترم، یک خانم جوان البته، کتاب می‌فروختن. تشفه بردم مغازه دوست من، هرچند این که فعالیت میکنن عالیه به نظر من، اصلا مشکلی نیست در این مورد و کاری که از دستشون برمیاد و انجام میدن، ولی یک حسی به این دست داشت که چرا باید یک خانومی توان مالی نداشته باشه؟ ای کاش به جای این که مشغول کسب و کار بشه میتونست اصلا هنر یاد بگیره، ای کاش میتونست ادامه تحصیل بده، ای کاش یه خونه ای داشت که راحت باشه و به فکر این که برم صبح تا عصر یک کتاب سنگین رو با خودم هم بکنم رو، این مشکل رو نداشت. باور کنید من همون روز که برگشتم خونه، شاید تا یکی دو روز فقط فکرم مشغول ایشون بود. یعنی حتی هر قطعه ای که اجرا میکردم برخواهم یا تمرین میکردم، زود به یادم میومد این صحنه و خیلی غمناک میشدم. بله، حق با شماست. امیدوارم که دغدغه‌های مردم کشورمون کمتر بشه. بله.